سلام، صبح بخیر به همه هموطنانمان. صبح شنبه شما بخیر. امروز روز شنبه و اولین روز هفته است. همه ی امروز پر انرژی تر از خواب بیدار شدن و آمادگی میگیرین که این هفته و امروز بتانین که خوب آغاز کنین. صبح بخیر به شما و هموطنانمان که بیرون از افغانستان هستین، وقت شما هم بخیر. من مریم خرمی با همکارم ایمل جان با شما هستیم. سلام ایمل جان، صبحت بخیر. سلامت مریم جان، آغاز هفتهت بخیر. بسیار خوش آمدی و امیدوار هستم امروز روزی باشه که ما به احتیاطی نکنیم. منظورم از به احتیاطی است که روز پنج شنبه خیلی از هموطنان ما خسارمند شدن. چندین مارکت در شهر کابل آتش گرفت و هرچی هم که تلاش کردن به خاطر خاموش ساختن ازی نتانستن که خاموش بسازن، ولی خاموش ساختن در بسیار اتا شب تا صبح آتش گرفته بود و زیادتر از هموطنهای ما در شهر کابل خسارمند شدند. و این بر میگرده با احتیاطی یک فردی که باعث همچون یک چیز میسه. مثلا ما میریم فراموش میکنیم ایره که باید برق خاموش بکنیم، اما فیوز شا پایان بکنیم و یا چیزهای دیگه ای که هستن. حال کسایی که بخاری و ای گپا زمستان شده، بله، موضوع بگیم حال هوا سرد شده، بعضی کسا از بخاری برقی استفاده میکنن یا یگان چیز استفاده میکنن که گرمی تولید میکنن و متوجه باشن، یا یگان دفعه امی گاز، کپسول گاز که در آشپزخانه میباشه ایره متوجه باشن که از پیششان روشن نمانه. دقیقا، فقط ما ایره یادآور شدیم، توصیه نیست که شاید بگوین که چطور ما رو توصیه میکنن، چطور ما رو میگن. فقط درد یک هموطن ما درد ما هستن و درد زور ما حس میکنیم که چقدر درد میکشن وقتی که تمام اموال پیش روی چشم ما بسوزه و هیچ کاری هم کرده نتانیم. امیدوار هستم که حادثه اخیر باشه و یا آتش سوزی ها در کابل حادثه اخیر باشه که چندین بار ما شاید همچنانت در کابل هستیم و در بعضی از ولایت های کشور. من هم سلام وقت بخیری دارم خدمت همه شما. امیدوار هستم که صبح با عشق و لبخند و انرژی آغاز کرده باشین. و میریم به طرف لیست مهمان ها. نخستین بخش ما هم امروز پرسش‌هایی که شما مطرح کردین، پاسخ‌هایش خواهد شنیدیم از جناب استاد عزت‌الله طارق، استاد دانشگاه هستند. پس از او هم سری می‌زنیم به صفحه فیسبوک برنامه بامداد و موضوعی که با شما شریک ساختیم نظریاتتون رو به خانش می‌گیریم. با یک مهارت تازه هم آشنا می‌شیم، آهنگ هم تقدیمتان شد، ولی از سوالات و ارزش هم فراموش نکنین که امروز صحبت‌های همکار خوب ما زبی جان شهزاد خواهد شنیدیم. و بخش جوانان مهمانانمان در این بخش سید واسع سادات و سناالحق مهمان ما خواهد بود که جوانان فعالی هستند و دعوتشان کردیم و همراهشان صحبت میخواییم داشته باشیم در مورد کارا و برنامهشان. با شما طنز میبینیم و نظریات شما در فیسبوک و در بخش حال شما دکتر کامل فروزان فر مهمان ما خواهد بود که در رابطه با پولیو میخوایم امروز صحبت کنیم که یکی دو سه خبر ایمل جان نشر شد در سایت های مختلف خبری در رابطه با این که یکی دو سه نفر که چند نشانهایی از دیگه هم از پولیو در افغانستان دیده شده، یکی دو سه نفر دیگه هم در افغانستان با پولیو مبتلا شدن که این تعداد کسانی را که در افغانستان پولیو دارن افزایش داده امسال و این یک هشدار و خطر است که خواستیم در رابطه با واکسین پولیو صحبت داشته باشیم و خود پولیو که چی هست شما هم سوالاتتان میتونید با ما شریک بسازید. بله، و موضوع ما هم امروز در فیسبوک دقیقا مریم جان که صحبت کردن پیرامون امین موضوع هستند. امروز ما در بخش بعدی رئیس شورای طبی افغانستان دعوت کردیم که در رابطه با راجستیشن دکتران میخوایم صحبت های داشته باشیم و امروز بانو نسرین اوریاخیل با ما هستند. جناب دکتر صاحب نسرین اوریاخیل با ما هستند، بیشتر پیرامون همین شورا و راجستریشن دکتران در کشور صحبت های خود داشتیم. ولی در پایان هم مهمان خیلی عزیزی داریم، یکی از جوانای فعال کشور ما که بیرون از مرزهای افغانستان زندگی میکنه. بله، آقای محمد صابر ناصری مهمان ما خواهد بود که مشاور فرهنگی افغانستان در پارلمان آمریکا هستند و دعوتشان کردیم و در مورد کارا و برنامه‌شان میخواهیم صحبت داشته باشیم. بله، و باید هم تذکر داشت که در پایان بخش سرخط بیشتر در رابطه با نقش پارلمان میخواهیم صحبتهایی داشته باشیم و اگر شما هم صحبتی دارین میتونید که با ما شریک بسازین. بریم به دیدن چند تصویر زیبا، پس از او هم دوباره برمیگردیم.
با شما هستیم در بخش کلید نور و استاد عزت الله طارق استاد دانشگاه با ما هستن و سوالاتی که شما در فیسبوک بر ما نوشتین در کامنت ما سوالات دینی شما را با استاد شریک میسازیم. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام خدمت شما و خدمت علاقمندان برنامه بامداد خوش و خدمت ملجان. بسیار خوش آمدین، آغاز هفتهتان بخیر. زنده باش، تشکر. سلام. خب پیش از اینکه بریم به طرف نظریات شما و سوالات شما، فقط میخوایم که کوتاه از استاد هم در رابطه با بی‌احتیاطی بشنویم. کسایی که بی‌احتیاطی میکنن و باعث عظیم میشن که دیگرا اذیت آزار شوند. و چند روز پیش هم ما شاهد بودیم، روز پنجشنبه، که شاید هم بی‌احتیاطی یکی از هموطنان ما بود، شاید هم کدام موضوع دیگه ای بود که خیلی از هموطنان ما در شهر کابل خسارمند شدند. و میخوایم که کتاب حرفای شما رو هم بشنویم و بعد میریم به طرف سوالات. خب عمودو که احتیاط پیامبر صلی الله علیه و سلم انسان را مکلف کرد این دین مقدس اسلام که احتیاط بر جان خود کنند، برای مال خود هم بکنند. و حتی در سه چیز بسیار تاکید که دستور داده، مخصوصا آب گفته همیشه سرش بسته بوده باشه، آتش همیشه خاموش باشه تا وقتی که می باشیم، وقتی که میریم آتش خاموش کنیم، مخصوصا از طرف شب، و دروازه ها را همیشه متوجه باشیم که دروازه ها بسته باشه. شاید یک چیز معمولی باشه که در حالت عادی اگر آدم تذکر بده شاید تو قدر کسی توجه نکنه. پیامبر به این بزرگی آمده از سه چیز بسیار تاکید کرده که دروازه را بسته کنی، آتش خاموش کنی و آب سرش بسته کنی. اما زمانی که ما مواجه میشیم با همچو خساره ها، همچو مصائبی که مواجه میشیم، میبینیم که چیز بسیار اندک و عادی شده سبب. و اگر ما میتونستیم با یک احتیاط و توجه بسیار سطحی و عادی هم میتونستیم همین تو یک ضرر بسیار کلان دفع کنیم. بنان همین مردم اما قدر احتیاطی که برای نفس خود میکنن، چون مال امتای نفس است و خداوند جل تدامته در جای میفرماید انه لحب الخیر لشدید، انسان برای جمع‌آوری مال بسیار حرص داره. اینجا میبینیم مال خداوند خیر ذکر کرده. میتونه مال شرم باشه اما اینجا خداوند خیر ذکرش کرده. پس همه قرار توجه و احتیاطی که ما برای نفس خود داریم، برای حفاظت جان خود داریم، اونم قرار توجه برای حفاظت مال خود داشته باشیم تا این سبب نگرده که مال دیگرا را زیر پای بسازیم، مال دیگرا را صدمه وارد کنیم. یک تعداد کسایی هستن جناب استاد که با همچون حالتایی که سر یک هموطن ما درد و رنج و غم میآید، باز او طرف با خوشی میکنن، میگن خوب شد کمی کار شد. خب اون ناشی از چیز است؟ گاهی وقت عقده می باشه، از عقده زیاد می باشن، چون محرومیت ها را می کشیده باشن، کسی دیگر توان از زیر ندارن که کسی دیگر داشته باشن. ما یک مقوله داریم که گاهی هم مردم است که گشنه را سیر کردن می تانن، سیر دیدن می تانن. اما گاهی وقت هم از بیخردی زیاد می باشه، از بیشوری زیاد می بوده باشه که نمی تانن تشخیص بزن. الله اگر مو صدمه وارد می شه بر از او آیسته آیسته، خب اگر احساس انسانی نباشه کنار بگذاریمش، صدمه به خود ما هم است. به دراز مدت حداقل محیط آلوده شد، ده ها موارد دیگه شد، اگر کنار بگذاریم بخیر، صدمه یک برادر ما را که او صدمه دید و مالش در گرفت و مالش ضایع شد، چقدر فامیلا به این صدمه دیدن، جگرخون شدن، مالشان از بین رفت، این اگر کنار بانیم و احساس نمانیم، خودش به نفسیهی برای ما صدمه وارد میکنه. گرچه لحاظ جرم شناسی هم بسیار چیزایی که عمومی باشه، قربانی مشخص که نداشته باشه، عاملش هم زودتر پیدا نمیشه و زودتر کسی توجه هم نمیکنه، چون مشخصا یک نفر نیست که ادعا کنه. از این جهت گاهی وقت هم دوستا همی رقم میشه که احساس خوشحالی پیک کنن به یک صدمه که به دیگرها برسه، این ناشی از بخردی و ناشی از عقدمندیشان است. خب بریم به طرف سوالات و نخستین کسی که بر ما سوال خود مطرح کرده، برادر عزیز ما گفته سلام خدمت خودتان تقدیم کرده استاد و همه هموطنان ما، گفته من خارج از کشور زندگی میکنم یا هستم. در اینجا گفته ما مسجد نداریم و ملا هم نداریم. در اتاق چهار نفر هستیم، هر کدام ما تنها تنها نماز میخوانیم. آیا نماز ما قبول خواهد شد؟ بله، نماز خو خواندنش شکل تنهایی آمد، به شکل جماعت آمد. شکل جماعت امتیاز زیادتر است، به خاطر که قدر جماعت بزرگتر شوه امتیاز زیادتر میشه، تا 27 درجه است و جایش هم مشخص میشه. در مسجد هم اگر باشه بهتر و بهتر است، و اگر مسجد هم نباشه اینها در اتاق خود میتونن جماعت کنن، نه که امام باشد، سه نفر دیگه شم مقتدی نماز میخوان. حالا شرایط و امام بالاش نیست که در مسجد امام است، در اتاق امامت میکنن، نماز خود جماعت میکنن، استفاده میکنن. در این فرصت یک استفاده است که فرصت یابیست که چگونه ما نماز خود ارزش زیادتر میسازیم.
را اگر تنها گزارم میخونه نمازش مشکل نیست، من تا ثواب جماعتش زیادتر است. بعد جماعت کنه اگر جواب مات کنه ثواب زیاد است، تو به این معنا نیست اگر جماعت نکنه نمازش نمیشه. نمازش میشه من تا یک درجه، مثلا یک نماز خوانده اگر در جماعت بخونه 25 نماز خوانده، اگر در مسجد در جماعت بخونه 27 نماز خوانده. و سوال بعدی را عطیلا محمدی پرسیده، گفته سلام صبح بخیر، سوال من است که آیا چیزی به نام قسمت در دین اسلام هست و فرق بین قسمت و تقدیر چی است؟ یک روز دیگه روی ازی اشاره کردیم، یک مبحث بسیار بزرگ است، شاید از اصلی برنامه بیرون باشه، اما اشاره میکنیم که گرچه مذاهب مختلف از یک تعداد مردم است که جبریه میگن که انسان میگه مجبور خلق شده، برنامهش پیش خداوند است، فقط هیچ نقش نداره، مطابق برنامه ازو حرکت میکنه، بنان اگر قتل میکنه مربوط الله جل تعالی من تو سرکار را میکنه. و یک تعداد مردم است میگن اصلا خداوند جا خلق کرده دیگه تماشاش میکنه که چی میکنه. این معتزله میگن کردوش از نظر اهل سنت رد است، اولی که کسی قتل کرده باشه پس در برنامهش نوشته باشه پس گناه از چیز دیگه، خب خداوند گفتش بگو کرده. و اگر در دومش که میگه که خداوند گذاشت آزاد، معتزله است که بسیار مردم مال هم سکولار که میگن تقریبا متاثر از هم هستن، خداوند خلق کرده الهش داده میبینه که چی میکنه و خوب بدش بعدن پرسان میکنه. اما نظر متوسط اهل سنت است که خداوند جل تعالی تو یک برنامه تعیین کرده، مطابق و برنامه عمل میکنه، اما در برنامه جبر نیست، یعنی خامخا یک آپشن نیست، ده ها آپشن است که از این آپشن هر کدامش شما اختیار کردید. اما برای خاطر تشخیص از آپشن ها کدامش خوب است کدامش بد است، عقلم برای انسان داده، کتابم روان کرده، اما به خاطر تحریک کننده شیطان هم است، نفس هم است. پس انسان در بین عقل و کتاب طرف راست، شیطان نفس طرف چپش، در این مسیر روان است. پس ای اختیار میکنه کدامش، مثلا ما شما در دالیز یک نفر راهنمایی میکنیم، طرف راست آشپزخانه است، طرف چپ دستشوی است، میگیم اگر نان خوردن میری آشپزخانه است، اگر دستشوی میری دستشوی است، پس اینا اختیار خودش میکنه. حالا اگر گشنه میشه آشپزخانه میره، پس میتونه وجود آجات خدا رفع کنه، اگر دستشوی میره دستوری خود تازه میکنه مسیر، اگر بره برخلاف عدمو حرکت کنه خود نقصش به خودش است، چون عقل سلیم داره، راهنمایی کتاب راهنما داره، بازم اشتباه میکنه، پس او تو نیست که خداوند بگه خام آخا یک آشپزخانه سنیم یار کار میکنی، پس مسیر برش مشخص کرده، نقشه را داده، عقل برش داده، بازم اگر اشتباه میکنه دیگه مربوط خودش است. پس تقدیر این گونه یک چیز است، یک چیز نیست که یک آپشن باشه دیگه آپشن نباشه، حالا ما رفتیم دوزی کردیم چی بود؟ حالا تقدیر بود دوزی کردیم نفر کشتید، میگو تقدیر قسمت هم تو بودید، این گونه نیست. بله. و مروه جان سلام، وقت بخیر، تقدیم کرده، گفته سوال ما ای است که آیا نگهداری پرندگان در قفس ثواب دارد یا خیر یا گناه؟ نه، نگهداری اصلا یک چیزی که حبسش کنی، آزاد بندی باشه، بندیش میکنی، این اصلا در ذات خود جواز نداره. اما بعضی پرنده هاست که ما به خاطر تعلیم میتیمش احساس حبس نمیکنه، مثلا باز است تعلیمش میتیم، اگر باز هم بانمش نمیگریزه، فرار نمیکنه، حبس نیست. مثلا گرگ است، ما به خاطر تعلیمش تعلیم میتیمش، اشکال نداره، تربیه میکنیمش، حالا اگر بسته میباشه باز میباشه، بر از او آزادی و غیر آزادی و قدر مطرح نیست، چون اگر باز هم باشه فرار نمیکنه. بله. اما بعضی پرنده ها را به خاطر که آواز بخونه برای ما و ما راحت چه، ما آزادی از رو سلب میکنه، می تعویض دیگه که اگر پیش خداوند شکایت کنه که خدا مرا بندی کرده و آزادی تو مرا آزاد خلق کردی، آزادی برای سلب کرده بود، بازی بگه صداش خوشم نمیاد، این غلط گپ است. و سوال بعدی را حیا نوری پرسیده، گفته سلام صبح بخیر، سوال من این بود که زمانی که شوهر بالای خانم خود ظلم میکنه و او را توهین میکنه از هر لحاظ، آیا بر خانم وی ضرور هست که احترام کنه به شوهر خود و برش سلام بده؟ خب احترام خود همیشه می بوده باشه، اما روی در اسلام میگه لا ضرر و لا ضرار، فی الاسلام یک قاعده است که نه ضرر برسان نه ضرر قبول کن و نه ضرر به ضرر جواب بده، سه حالت است، ضرر کسی نرسان به کس، اگر کسی برای ضرر رسان خدا آرام نگی برش، و اگر که میخوای دفع کنی به ضرر دفع نکوش، که او اگر مثلا یک قفاق زد تام یک قفاق بزنش. پس شریعت رایش هم تعیین کرده، قانون مدنی هم رایش تعیین کرده، اگر احترام نمیکنه پس میشه که از طریق حکمیت برش مجبور شود، از طریق چهار تا روی سفید کسی که بالاش نفوذ داره که احترام کنه، نکد محکمه و قاضی تعیین کرده که تو میتونی خلع کنی، تو میتونی تفریق به سبب ضرر کنی، تو میتونی تفریق به سبب عدم نفقه، تو میتونی تفریق به سبب عیب، تو میتونی به تفریق به سبب غیابت، تفریق به سبب مفقودی، چند حالت گرفته که اگر ضرر از شوهر برات میرسه خود ضرر نرسانه، از طریق مراجع مربوطش شکایت کنه، او رو میفهمانه که دیگه ضرر نرسانه. اما احترام در هر وقت احترام است، هر کس باید احترام کنه.
بله، بسیار تشکر جناب استاد، روز خوب و خوش داشته باشید. زنده باشید. تشکر. وقفه میگیریم و بعد از وقفه با شما خواهیم بود.